برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. منابع رسانه از سقوط یک فروند پهپاد ترکیه در استان سلیمانیه در اقلیم کردستان در شمال عراق خبر دادند. یک منبع امنیتی عراق گفت که یک پهپاد ترکیه در منطقه خورامان استان سلیمانیه در شمال عراق سقوط کرد. درباره این که ماهیت فعالیت این پرنده چه بوده و چرا سقوط کرده خبری منتشر نشده است. سازمان جهانی هواشناسی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که طی ماه‌های آینده ممکن است یک رویداد گرمایش النینو رخ دهد. النینو یک پدیده آب و هوایی طبیعی است که به شکلی بی‌منظم و بی‌قاعده به طور متوسط هر 2 تا 7 سال یک بار در اقیانوس آرام گرمسیری رخ می‌دهد. با پیش‌بینی‌های شروع النینو نگرانی‌هایی وجود دارد که ماه‌های آینده ممکن است گرمای بیشتری را به همراه داشته باشد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در گزارش جدید خود زنگ خطر را درباره افزایش 25% سوء تغذیه شدید دختران نوجوان، زنان باردار و شیرده در 12 کشوری که مرکز بحران جهانی غذا هستند به صدا درآورد. این سازمان در گزارشی با عنوان سوء تغذیه و غفلت از آن یک بحران جهانی برای دختران و زنان جوان اعلام کرد. این بررسی جامع و بی سابقه نشان می دهد که بیش از 1 میلیارد دختر و زن جوان از سوء تغذیه، کمخونی و کمبود ریز مغذی های اصلی رنج می برند که عواقب مخربی در زندگی آنها به جا می گذارد. سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی نسبت به کار اجباری اقلیت اویغور توسط دولت مرکزی چین هشدار داد و خواستار احقاق حقوق بشر در مورد این اقلیت مسلمان شد. سازمان ملل در این گزارش اعلام کرد که 18 تن از کارشناسان این سازمان در بررسی‌های دقیق خود به نکات بسیار مهمی درباره کار اجباری اویغورها توسط دولت چین دست یافتند که نشان دهنده پایمال شدن حقوق بشر است.